همطور که دیدین وقتی دیوار ترسیم می کردین یا کف ترسیم می کردین، فقط شما میتونید دیوارها و کفهایی رو ترسیم کنید که مثلا یا به صورت مستقیم بودن یا منحنی هایی با زاویه هایی و شعاهای کاملا مشخص، یعنی کاملا شکل هاتون هندسی. اگر بخواید به صورت دست آزاد طراحی کنید و این دیوارها و کف هاتون رو تو حالت دست آزاد تبدیلشون کنید به دیوارها و کفهایی که به صورت دست آزاد هستند، شما میتونید از گزینه هایی مثل لاین، اسپی لاین و پولی لاین استفاده کنید. اینجا من لاین دارم ترسیم میکنم، آرک دارم میتونم قوس ترسیم کنم. آرک ترسیم کنید، اینجا گزینه هاش بیزی هم دارین، شما میتونید بیزی هم ترسیم کنید، آرک بیزی هم میتونید ترسیم کنید. در واقع یه بیزی اینجا ترسیم میکنیم، آرک بیزی ترسیم میکنیم. میتونید یک بیزی کامل به این صورت ترسیم کنید. پس دایره هم میتونید ترسیم کنید. پولی لاین رو از داکیومنت انتخاب کنید این بار. قوس بدین به پولی لاینتون و رایت کلیک کنید، اوکی رو بزنید. همچنین شما میتونید اینجا از گزینه مور رو مور کلیک کنید، اسپی لاین رو از مور انتخاب کنید این بار و به صورت یک دست آزاد طراحی کنید. وقتی هم دارین طراحی میکنید این گزینه باشه. اگه میخواییم بسته بشه ابتدا انتهای پلی لاینتون، این گزینه رو انتخاب کنید. رایت کلیک میکنم، من اوکی رو میزنم، ابتدا انتهای پلی لاین منو به هم بست ولی من میخوام باز باشه، پس این گزینه رو انتخاب میکنم. مجددا یک اسپی لاین دیگه ترسیم میکنم، این بار میخوام تهش رو به هم ببنده، اوکی رو میزنم و بسته است این پولین اسپیلاینی که ترسیم میکنی. اگر این گزینه باشه میبنده براتون، اگر رو این گزینه ترسیم کنی براتون باز میکشه. گزینه میکنیم، بازش میکنیم. حالا میخوام این خطوط بسته ای که کشیدم تبدیل بشن به کف، خطوط بازم تبدیل بشن به دیوار. برای این کار میرم از دیزاین روی گزینه دیوار کلیک میکنم، روی دیوار کلیک میکنیم و کلید اسپیس کیبوردتون رو فشار بدین به سمت پایین و کلید اسپیس رو بگیرین و حالا کلیک کنید روی خطوطی که میخواین تبدیل بشه به دیوار. من اینجا کلیک میکنم، اینجا تبدیل شد به دیوار، روی این کلیک میکنم تبدیل میشه به دیوار. این و این، ببینید دیوارهای بسیار نرمی دارید. باز مجددا میخوام این قسمت ها تبدیل بشن به کف. اسلب رو انتخاب میکنم، از تول باکس اسلب رو انتخاب میکنم، اسپیس رو میگیرم، حالا کلیک میکنم روی پولی لاین های بستم. بریم تو حالت سبودی ببینیم چه شکلی شدن. این از دیوارهامون، دیوارهای نرم که ایجاد شد و اینم از کفهامون. اگر بخواین شعاع و توی دایمنشن دیدین، شما دایمنشن هایی که وارد میکردین همه دایمنشن هایی بودن که همه مستقیم و خطوط مستقیم بودن. اگر بخواین زاویه وارد کنید یا اگر بخواین شعاها رو دایمنشن بزنید، شعاع دایره هاتون رو دایمنشن بزنید، اینجا از گزینه مور تول باکس کلیک کنید روی مور تا این منو مور باز بشه و ریدیوس رو انتخاب کنید. حالا میتونید شعاع دایره هاتون رو وارد کنید، شعاع بیزیتون رو بدین،
بیزی رو نمیتونه شعاع بده، فقط برای دایره میتونه شعاع بده. شعاع دایره رو براتون می‌نویسه، مرکز دایره هم خودش پیدا میکنه، فقط شما نقطه کلیکی که میکنید اونجا فونتتون رو براتون می‌نویسه و انگل رو بدید. مثلا شما میخواین دو نقطه رو ببینید زاویهشون چقدر هست، دو نقطه رو وارد میکنید، کلیک که بکنید براتون میزنه. من دو نقطه رو وارد میکنم اینجا. حالا اون علامت چکش که میاد به شما میگه از اینجا تا اینجا زاویهش چقدر هستش. زاویه اینجا رو میخواییم و کلیک که بکنید زاویه دیوارتون رو میده بهتون. زاویه از اینجا تا اینجا رو به شما داد و به این صورت شما زاویهاتون رو میتونید وارد کنید.